چاوش، چاوش، سلام. سلام، کجایی؟ ما یه چوری تو اتاق منو. ببین من قرار بود چیکار کنم؟ هنوز بالایی؟ آره هنوز تو پایینی؟ پس چرا اومدم دم در جواب ندادی؟ نمیدونم، فکر کنم یه چند دقیقه خوابم برده باشه. خب من پایین منتظرم. ببین من آمدم. نگفتم اونجا تکون نخورد؟ مگه من بچه دم اینجوری با هم صحبت میکنی؟ خب رفتم بستنی گرفتم دیگه، بستنی موجو من نمیره جلو، فهمیدی؟ بابا تو هم داغی ها، نه با اون دیروز که میخواستی تو هم خودتو خفه کنی، نه امروز با بستنی داره خفه میکنی. نیم ساعت پیش من نخوردی؟ چرا؟ ولی اینو رفته واسه تو بخرم، دیدم دلت میخواد رفتم یکی دیگه خرم، نمیخوای نخواه به درک ما رو باش، آقا رو باش. بیا ببخشید، حالا قهر نکن بابا، رفیقم پول نریخته به حساب، اعصابم خورده، منم قهر میکنم. بیا وا. سلام. سلام. بشمشی. حسابی خوابیدی ها؟ نه بابا، فقط امروز. امروز فرداست؟ امروز امروزه. جناب علی دیشب رفتی از اتاق برای من ژاکت بیاری، گرفتی تخت خوابیدی، تو الان که امروزه. با یعنی من کل دیشب تو اتاق تو خوابیدم؟ آره دیگه، هر چی اومدم تو اتاق صدات کردم بیدار نشدی. این یارو چاقه بهت گیر نداد؟ نه. خودش می بالا؟ آره ولی خودش هم با هم اومد، بعدش هم یه اتاق دیگه بهم داد. خدا را شکر، فکر کردم موندی بیرون. نه بابا، بریم صبحونه بخوریم. کجا؟ اگه ناراحت نمیشی رستوران امو هشمه. نه بابا، هرچی شما بگی. اصلا واقعا تو این سفر هرچی شما بگید. پس بریم. سلام ماما، خوبی؟ نوکرتم. همه چی رو برای؟ خدا رو شکر. میگم فری، تو کل فامیل و معد پیچیده که تو رفتی خارج، هر کی هم بشنوه کلی برات دعا میکنه مادر. بابا خیر سرمون قرار بود کسی نفهمه، کی چرا دعا؟ من چه میدونم مادر، این همه کلاهبردار از مملکت فرار میکنن، هیچ کس نمیفهمه، نوبت ما که میشه همه باید خبردار بشن. خیلی خوب، حالا گوش کن ببین من چی میگم. من دیروز رفتم یه حساب باز کردم، بگو خوب. ای چه خوب، منم دیروز یه حساب باز کردم. میگم فرید مادر پول بفرست تا بدم به این طلبکارا که اینقدر نیان دمه در، آبرو و حیثیتمون بره. نه منظورم اینه که ببین مامان، من تازه رسیدم اینجا، هنوز عرق تنم خوش نشده که. خواستم اینا اگه خودت پولی چیزی از دایی میتونی بگیری فعلا واسه من. بفرما. اومدم طلبکارات، اومدم مادر. ببین ولشون کن، گوش کن من چی دارم بهت میگم. من اینجا وضعم خرابه مامان. ببینم چی میگن. خدا زلیلتون بکنه. من چی دارم بهت میگم. الو پول بفرست. الو اومدم بابا، اومدم. الو یادت نره مادر، پول بفرست. الو ببین داداش، اگه فکر کنی با بستنی میتونی دل ما رو به دست بیاری کور خوندی. من به تو چی کار دارم؟ موجش خوب بود واسه خودم گرفتم. سلام دایی، خوبی؟ منم فرید. فرید دایی سلام. دایی راه دور، صدا ضعیف میاد. خارج؟ آره نه ولی نرسیدم هنوز دایی، فکر کنم فعلا میبره آبا، هنوز نرسیدم. از خارج دایی یه گوش کن چی میگم. فرید یادت باشه به دایی چه قولی دادی ها؟ چه قولی؟ بابا اون سیتیزن ها رو میگم، بذار تو بانک سودشو بگی. نه دایی باشه چشم، میگم من یه 7-8 میلیون داشتم، خب بعد داشتم میومدم. ببینم خارج هوا سرده. نه دایی گرمه، گرمه. دقیق گوش کن من چی میگم. چرا داد میزنی؟ ببین فرید به همتون سلام میرسه. سلام برسه. آقا سلام برسه. چی سلام برسونم؟ ببین مشتری هم سلام میرسونم.
دایی تابلو بازی بابا دایی. یادت باشه مراقب خودت باشی ها، تو افتخار این محلی ها، بدون مدال بر نگردی ها، تو باید قهرمان برگردی. حالا خود گفتیم تابلو نکنینا. من یه خورده این روزا حال مالم خوش نیست، احساس کردم از دستم ناراحت شدی، واسه همین اینو بزن که موجمون درست شه. بیا کلن هم قیفی بازی ها نه؟ چسبی تو هم کلن بعد موجی نه؟ گواهینامه کارت ماشین. برای چی؟ مگه پلیسی؟ فکر کنید نیستم. خب دیگه اصلا صحبتشو نکن وقتی نیستی دیگه. عرض کردم فکر کن نیستم، نگفتم که نیستم. در ضمن شما مقصرم هستی. کی من؟ بابا انگار خودت مقصری ها، نگاه کن شما. همکارای من دادن، شما چرا گرفتی؟ چیو؟ گواهینامه رو دیگه گرفتم واسه همین روزا. جلوی کی خورده؟ من. عقب کی خورده؟ خب شما. خب شما مقصرید دیگه. آقا جون جیمیز بازی در نیار. وای میسیم اینجا تو فاصله یه پلیس رسیده، تکلیف جفتمون رو روشن میکنه. جیمی چیه؟ کی چیه؟ این کلمات سخیف چیه به کار میبری؟ پل... الو مرکز بگوشم. مرکز و مرز، مرکز و درد بیدرمون، مرکز و کوه. پیام دریافت شد قربان. چی شد؟ پیداش کرده؟ نه خیلی قربان، در حین انجام ماموریت بودم، یه راننده سخیف زده به ماشینم. فقط ظرف 72 ساعت دیگه اون مموری رو نرسون تهران ببین چه بلایی سرت میاد. پیام دریافت شد قربان. شانس آوردی به ماموریت خورد و الا میبردم یه گوشه این جزیره، هم جینیز تو در می آوردم هم دیکیش تو. بابا باید خسارت دیدی به من. بیرا از سماشون داره میره. بابا نامردیه، از شغل سوء استفاده نکن. باور نمیکنی نه؟ به جان خودم چمدون دستم بود وقتی منو گرفتن، نه دفعه قبلیشا، اون دفعه اول اول نشون به اون نشون که من اشتباه فهم کردم اومدم دبی با هم خارجی صحبت کردم. نعم نعم اهلا و سهلا. بله بله. بعد شما خودتون فرمودین که اگه مثلا 8000 دلار. بله بله 8000 دلار. حالا چرا دلار؟ خب چون که من داشتم میرفتم اونور آب ریال به در نمیخوره که، من گفتم دلار همراهم باشه که حداقل بتونم امرار معاش کنم. کجا میخواستی بری؟ جایی نمیخواستم برم، من چون با کشتی سفر کردم یعنی از طریق آب، برحال خطرات احتمالی رو در نظر گرفتم. خودتون برحال میدونید چیزی که از ازش آب رد شه به جایی بند نیست دیگه. من گفتم خدای نکرد اگه موتور قایق بسوزه و سونامی طوفانی چیزی بره ما رو سوق بده به اون برای آب، دلار تو جیبمون باشه که گشنگی نمیریم، که خدا رو شکر بخت با ما یار بود و از حریم آبی کشور عزیزمون هم رد نشدیم، اومدیم اینجا در خدمتتون. فقط گم شده. خانواده‌ات میدونن که اینجایی؟ بله. البته نه خیر، من بهشون گفتم میرم اون برای آب اروپا. ببینم از جایی فرار که نکرد؟ فرار؟ نه برای چی فرار کنم، اگه دزدم قاتلم، شما میتونید بپرسین از همه. من جایی تحت درمان نبودی؟ نه خیر. اسم روزبه به گوشت خورده؟ نه خیر. روزبه سلطانی؟ آره میشناسمش، اون چند سال پیش رفت. نه امین‌آباد. امین‌آباد چی؟ امین‌آباد یادم میشناختم، سمت کوه نصر رو اینا اگه اشتباه نکنم. پس تحت درمان هم نه؟ نه خیر. آه چرا؟ ببینید من چند سال پیش یادم که فوتبال بازی کردم، بعد دو سه سال فوتبال بازی کردم، بعدش سریع آبخونک خوردم، یهو اینجام سوخت. رفتیم دکتر گفتن که آپاندیس اینجا رو بخیه زدن، اگه اجازه بدید من جای بخیه رو نشونتون بدم. یه دو تا بخیه رو خورد 20 تا از تو. خیلی خوب. به هر حال گفتم که جای دیگه‌ت که دیگه بخیه نخورده. نه خیر. علی خورده بود من به شما میگفتم، ما با شما صادقیم دیگه. البته چرا؟ یه بارم بچه بودم. خیلی خوب. نه اون چیز خاصی نه، فقط دست دو چرخه رفت تو دنده 11 12 که چی شد؟ بابا گیری کردیم و اینا فکر می‌کنم من خلوچلی چیزی ام. بس هنوز مطمئن نشد. خب جریان نجات دادن من رو واسه چون تعریف می‌کردی دیگه.
خب تو میومدی و نگفتی این دوست بابا تو، خود واسه شون میگفتی دیگه. خودش میگفتم که میتوش کف دست بابام، وقت بابام جریان خودکشی منو میفهمید که. بهش کردن این دست که نمک نداره. منو میگو اصلا واسه چی تو رو نجات دادم که خودتو نکشی؟ خداحافظ. کجا؟ دریا. بابا وایش داره چی سری به چترش قواشم برمیخوره. چی شد تو که پشیمون بودی من نجات دادی؟ نه بابا من نگران اون بدبختم که الان میخواد تو رو نجات بده، اون میفته میمیره. وایش تا. همه که مثل تو نیستن شنا کردن بلد نباشن امو. بی خیلی نمک نشستی. جوجو وایش تا. نام حال مالت سلامت نیست تا. نکنه تمام داری تو من نجات دادی. باز شروع کرد. نه پس تو من نجات دادی. تو خوبی. تو خوبه. ببین تو کلا توهم ورده خوری ها. خودت خورده بخوری ها. ببین تو که زیر دوش داشتی نفست بند میومد. بفرمایی کاوش خان. چاوش هم همون چاوش. اصلا هر چی هستی ولش کن. مهندس چرا این رنجیه؟ ببخشید آبدارچیمون رفته بود، منم یادم رفت طرز تهیه درست کردن چای رو ازش بپرسم. شرمنده ام. راستی فرید کو؟ گوشی منو گرفت بره زنگ بزنه. بنده خدا خیلی بده بود. اون از دبی رفتنش، اینم از پولاش که همه رو گم کرد. مشتری‌های ما رو ببین. یه چی از یه چی آسپاس‌تر و دربدرتر. دخترم به خودت نگیرا. نه. ببخشید من. نمونش اینه. داخل اون چشتی دنبال چی میگرده؟ نقشه گالیبر. اگه گالیبر دیده بهش بگو حشمت خان گفت که اون نقشه هم اجازه. نخندیدی چرا؟ حتما بهش بگو. بگه همچه کار کنم. آقا غرض از مزاحمت میخواستم بدم کسی کیش تراغ داره، یکی از دوستان گیر کرده اونجا ردش کنیم اون برا. هیچ کس تراغ نری؟ از شما رو حسابشو بدم میتونی یکی دو تومن پول واسش بریزی؟ آره داداش تضمین من. گوشی؟ نه نه من تضمین میکنم، تو فقط بگو من اینجا چجوری واسه چک بفرستم میفرستم. نوکرت هستم. ایوه زنگ میزنم دوباره. نه آقای به زمین گرم بخوری. با منی؟ نه بابا دور از جون، با اون مرتیکم که پولای ما رو هلوفتی کرده داره حروم حروم میخوره. بعضی چجوری هم واقعا پول هرون راحت گلوشون پایین میره. نه بابا به این راحتی هم پایین نمیره که. باور کن به جون چاوش ما یه تیکه نروق و حلال هم دستمون میاد، انقدر اینجا رو چرب میکنیم بازم نایمون رو زخم میکنیم. بعضی چی جوریه؟ نه اونم طرف شاید نیاز داشته، گفته نیازم برطرف میکنم، بعد مثلا صاحبش رو پیدا میکنم بهش میدم دیگه. غلط کرده. نه ولش کن، چای تو بخور. چایتو ببینم به رفیقت گفتی اون ورا بی. نه آره دیگه مجبورم چیکار کنم، بفهمم کیشم آبرون میره. خب کیشم اون ورا به دیگه، فقط اینکه شماره صدف رو گوشیش میفته که ای بگم جزام بگیری، وبا بگیری، سیاد زخم بگیری، خدا آبرو تو ببره که اینجا آبرو منو بردی. می‌بینی؟ نه بابا ولش کن. نفرین نکن، کارما داره. نه بابا کارما نداره، مرتی که برای چمجیر پول ما رو داره می‌خوره، کار نداره که. نه نه من اصطلاحه، منظورم کارما داره یعنی به خودت برمیگرده. ولش کن. اشکال نداره. بذار اون بمیره، ما یه سرما هم خوردیم، اشکال نداره. بابا اصلا نه. اینو داشته باش. من نوکرتم. میگم ببین. ببین داشته باش. گوش بده. چونه من؟ گفتم تو بمیری نمیخوام. ببین. تو بمیری گفتم نمیخوام. من ببین. من اه اه. آخه من اون قبیارم هنو باید داشتم نکرم. رفیقیم داداش. رفیقت اه اه میگم نکن. الان پول نمیخوام. میگم رفیقتیم دیگه اه. من رفیقت نیستم. من نوکرتم. داداش همی داداش برادر زیما. حل دیگه. آقا یه فعلا یه پول یه کارم همون را میندازه. شما خود با خود یه پول امانت اینم. اصلا فکر پول خودته. حل. شما درد و بلای خودتو، خانوادتو، خانومتو، بچه محلاتونو، بچه محلای ما و خانواده ما و همش به صورت عمودی بخوره تو سره. نه بابا خاک بر سره. بیل کن مگرم نفرین نکن. بابا بیل کن دیگه. بعد مگه چقدر بوده که با بدبخت اینجوری حساب میکنی؟ هرچی واسه ما خیلی بود آخه. بلش کن حالا این هست دیگه. چاوش من نوکرتم ببخشید. نه قربونت برم بابا، فکر کن پول خودت دیگه. تو قطب جنوب انقدر یخ هست که اگه قرار باشه خوردش کنن به هر نفر به اندازه یکی از اهرام مصر میرسه. این میدونی یعنی چی؟ یعنی اگه این یخ آب شه اقیانوس به اندازه 60 متر آبش میاد بالا، یعنی کل دور کره زمین رو میگیره. من نمیفهمم آدم آخه چرا دارن این کارو میکنن؟ آخه دارن کره زمین رو نابود میکنن. پیام زن، شما آرام باش. من نمیفهمم
کل دنیا که شده پر آشغال. اون لایه اوزون هم که تیکه پاره کردن. نمیدونم حیوانا رو دارن میکشن، جنگلا رو دارن از بین میبرن. من نمیفهمم، حتی به خودشونم رحم نمیکنن. آخه این چه بلایی داره سرش میاد؟ پیام جان، لازم نکرده تو پوسته کره زمین را بخوره. هیچ آروم باش. ده نمیتونم آروم باشم. این همه آروم بودیم که این همه بلا داره سرمون میاد دیگه. موجمو به هم میختن اصلا. اصلا آروم نباش. بلند شو ببینم. بلند شو. یلا. برو بیرون. برو. برو دیگه چه واشتاد؟ برو. راست میگی دیگه. واقعا این پسر هاوارتینا. شما چرا اینجا نشسته هر میخنده؟ ما که چیزی نبودیم، پیام داشت. برو بیرون ببینم. برو شه. او اعتراض کرد. ما اینجا منفجر هم بشه این خیالمون نیست. اینجا منفجر بشه؟ خونت بابات منفجر بشه. برو ببینم. یلا برو بیرون. کام برو بیرون. برو بیرون. برو بیرون. اون گفته. یلا برو بیرون. برو بیرون. برو بیرون. برو. دخترم تو کجا؟ من... بیا بشین. چشم. این پری گریز پش میزن. پری دو دخترتون رو میگی؟ آره، هرچی به پست من میخوره همشون خوله چلن. پسر اینجا یه ساعت نشسته شروع کرده از یخهای گوت بزنون شروع کرده همشون تقسیم راضی میکنه. الان آرومی؟ آره. ببخشید عمون جون، شما چند تا بچه داری؟ یه دونه. خانومتون کجا؟ عمو اگه بدونی من چقدر دوست دارم از زندگیتون بدونم، میشه یکم برام تعریف کنی؟ اصلا شما چرا اینجا نشستی؟ من شوهرت بیرون شدم، تو چرا نرفته؟ خودتون گفتیم بریم. بلند شو برو پیش شوهرت. یلا عاقلشون اینه تو این جیردار نامه اعمال میپرسه، زندگی نامه میپرسه، همشون ژنتیکی خولن. این پسر هاوارچی اینجا دنبال چی میگشت؟ هی میگفت گالیله گالیله. برای چند روز اتاق گرفته؟ یه هفته. خوب تحویلشون بگیرید که شک نکنم بو بردید. چشم. کلید اتاقشون رو بده به من. برای چی؟ بازرسی. عرض کردم خدمتتون که شما باید تشویق حکم قضایی بگیرید بیاید بعد من در خدمتتون باشم. چرا شما نمیرید یه حکم قضایی بگیرید بیاید که من بتونم در خدمتتون باشم؟ بندم قبلا عرض کردم که ماموریت فوق سریه. کلید. متوجه عرض بنده نمیشید شما نه؟ من که قبل از شما عرض کردم نمیتونم کلیدو بدم خدمتتون. شما تشویق یه حکم قضایی بگیرید بیاید دیگه. اتاق برای خودم میخوام. آها ببخشید من متوجه نشدم. بفهمید. شما اینو پر کنید من بهتون یه اتاق خوب بدم. اصلا میخواید اتاق روبرویی اتاقشون رو بدم که بتونید 24 ساعته تحت نظرشون بگیرید. نظرتون چیه؟ آفرین خوشم اومد. صداد عجیبی برای کارگاه شدن داری. کلید. کلیدشو چشم فقط پر اتاق نمیتونم بدم. میخواید یه اتاق دیگه بدم؟ مثلا اتاق کناریشو بهتون بدم. خیلی خوبه. خالیه؟ خالیه. بله خالیه. خالیه خالیه. خوبه کلیدشو بده. عرض کردم خالیه خالیه. خب باید خالی باشه دیگه اگه مسافر باشه اون تو که من نمیتونم برم اونجا. نه خیلی خالیه به خاطر اینکه ما داریم اون اتاقو تعمیرات اساسی میکنیم و بازسازیش میکنیم. به خاطر همین خیلی خالیه. یعنی دریغ از اینقدر موکت که اینقدر موکت هم مناسب حال شما نیست. پیشنهاد دیگه ای نداری؟ نه دیگه. یه پیشنهاد بود فقط خودتون گفتیم واسه کارگاه شدن. چند تا پیشنهاد بازیگری هم داشتم که نشد بشن. پیشنهاد در مورد اتاق. آها بله. عرض کنم که میخواید من زنگ بزنم هتل روبروی یه دونه اتاق که مشرف هتل خودمون باشه واسه تون بگیرم بتونید حداقل رفت آمدشون رو 24 ساعته چک کنید تا من یه فکر خوب اساسی براتون بکنم. خیلی خوشحال شدم از آشناییتون. امیدوارم مورد خاصی برای هتلتون پیش نیاد. البته من هر کاری از دستم بر بیاد براتون انجام میدم. خواهش میکنم. فقط من زنگ بزنم هتل روبرو یا نه؟ بابا فکر کرده ما نمیدونیم اصلا از تعذیرات اومده تا دیگه من فلان شد. حالا موه کوتاه کرده بودم نمیتونیم انگیر موه این چیزا بده. همین میخواستی همو اشفت ما رو بیرون کنه که شینی غروب رو نگاه کنی. آره این منظره تنها چیزه که بهم آرامش میده. تا وقتی که خورشید اون بالاست موجم ردیف نیست. چرا ما این خورشید اعصابت رو خورد میکنه؟ با رفتن خورشید خیالم راحت میشه. تازه از چی خیال داد میشه؟ واسه اینکه دیگه خورشید اون بالا نیست که بزنی یخ رو آب کنه. آها تو هنوز تو اون یخ رو گیر کردی. ها نگران نباش داره میره. خب تو مواظب یخاتی من برم یه دور بزنم خودم یخام باز شه. باشه؟ بله.
تو آب نریه سلام سلام عزیزم احبه چه صفایی میکنین ماهیگیری دیگه به نظر من زشت‌ترین تفریح دنیاست چی آخه امروزم اومستا رو میگیریم این گروه از تهران اومدی؟ بله شما هم از تهران اومدین؟ من هم یه جورایی از تهران فراری هم اه؟ پس فرار کردین؟ آره بعد از بازنشستگیم اومدم اینجا ببینم کلا ملا برداشتی؟ نه بابا از دو دادم فراری هم پا گاز بلند شدی با منم به ما میام آره چرا نمیام؟ نه بابا از دو دادم تهران فراری هم گفتی خیلی وقت تو جزیره ای نه؟ اه یه چیزایی میشه ببینم حالا شما که قدیمی جزیره ای اینجا آشناماشه نری بتونی کار ما رو راه بندازه کار تو کارت چیه؟ یکی باشه که یک کمی بتونه با قانون ور بره هر کاری دلش خواست بتونه بکنه با قانون ور بره؟ اون آقا رو میبینی؟ همون که تکیه داده به ماشین؟ دلاوره اوه چی کارست بگیر؟ دلاوره همه کاره اینجا اینجور که شما میگی واسه خودش لینچانیه اسمشه مجید دلاور برو پیچش اگه باش رابی های مشهر درد میکنه داداش دم شما گرم یه دونه باشی واسه نمونه باشی اینشالله که مشهر درد چه تماشای این منظره همیشه برای من لذت بخش بوده. ببخشید اشکال نداره جوایسم که. خواهش میکنم بفرمایید. من فرید هستم. خوب هستی؟ خوب هستین شما؟ خوشحالم. مرسی. شما تماشای غروب لذت میبری؟ بله. بهم آرامش میده. خیلی لذت بخشه. من که وقتی خورشید غروب میکنه خیلی خیالم راحت میشه. از بابت چی؟ از بابت اینکه دیگه خورشیدی نیست یخارو آب کنه. شما یخ فروشین؟ بله. نه خیر، یخای قطب عرض کردم. یخهایی که فروشی نیستن و مال همه آدمان یخهایی که هر آدمی به اندازه اهرام ثلاثه ازش سهم میبره البته این مال دنیا تنها مال دنیاییه که ممکنه ما آدم ها رو از بین ببره مثل نفس کشیدن که مفرح ذات و ممد حیاته و هم با هر نفس کشیدن به مرگ نزدیکتر میشیم عجب تفکرات جالبی دارین شما خواهش میکنم شما فهمیدین من چی گفتم؟ در حد فهم خودم که از شما یه فرهیخته و اهل فرهنگ خیلی نازلتر و دورتر خواهش میکنم حرفا کدومه؟ چه فایده؟ که قدر منزلت ما رو بدونه باید رفت باید دل رو به دریا زد باید واداد کجا باید رفت؟ به افق به دوردست ها به اونور آب ببینم میشه رفت؟ چرا نشه؟ واقعا میشه رفت؟ معلومه ناممکن همون ممکنیه که اسیر ترس و بی‌ارادگی ما آدم هست به 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 عجب جمله غلیظ و پرمحتوایی گفتی معلوم متوجه شدم که شما با بقیه همکاراتون خیلی فرق میکنید شما آدم با سواد و عارف مسلکی هستید شما لطف دارید ممنون ببینم حالا با چقدر میشه رفت اون برای آب خب بستگی داره با چه وسیله‌ای بخواید برید یعنی با هر وسیله‌ای میشه رفت معلومه اون وقت وسیله‌اش هم خودمون انتخاب میکنیم مگه غیر از مسافر کس دیگه هم وسیله سفر رو انتخاب میکنه آقا شما دیگه خیلی دمتون گرمه شما اصلا اون حبیبو داره دستش باید بیام شما درس پس بدن خیلی ممنون خیلی ممنون خوشحال شدم ایشالا که پاینده و سرزنده باشین جنرال دلوار موفق خداحافظ قربان شما به جون همو عجیب بود من اصلا قاچاقچی به این آدم حسابی نیده بودم درس خونده آدم حسابی افتاده عارف مسلک اصلا هر چقدر این آدم با شخصیت بود این حبیب لاکردار گند زده بود به هر چی قاچاقچی اصلا قاچاقچی برده بود زیر سوال حبیب چیه اما حبیب قلی زاده دیگه همون نامردی که منو معرفی کرد به سر قاچاقچی بدتر از خودش اصلا اینجور آدما اسم قاچاق هم میبرن زیر سوال شغل رو بدنام میکنن درس خوبیش همینه هم میبینی آدم درس خونده باشه تو همه کاری موفقه این کجا اون دلاور شیردل کجا اون کجا تو چی سواد داره چرا یه چیز نشده شما کجا میدونی وا چیزی نشده پس چرا میخوای بره برای اینکه اون برای آب دستاولمون باستره به همون بها میدن رشد میکنه با هم میریم دیگه نه شما که تاج سری آخه من قربون اون استخون بندید برم موجت قشنگ همون شاید باورت نشه باور کن وقتی داشتم پیامو نجات میدادم و اصلا یه حس عجیبی داشتم همش فکر میکردم که پری دریایی رو دارم چی شو چه شوخی دستی میکنی؟ پره اسم دختر منه دیجی نبینم اسمشو به زبان میاره قربون تو برم من چه میدونم اسمو در کف دستم بو نکردم که چی بگم؟ بگم پرویز دریایی خوبه؟ آره بگو پرویز دریایی پرویز دریایی مستعید کردم شما دعا کن ما فقط بریم اون بر پشت خودمونو بستیم زرچه خیال باطله
آدمایش تو خواب خورناس میچشن صدا خورناس رو نمیشنون. برای اینکه خوابن. بله شما درست میگی. تعطیله پاشون بره. نیست باز بود. حالا قهر نکنم یه چای تو بخورد دقیقا. رفلکس سندش بالا یهو سیم میچسبونه. من باورم نمیشه یارو با این تعریفا که میکنه خلافکار باشه. ببین من خودم هم باورم نمیشد. اصلا تو یارو رو میدیدی یا سادم با کلاس با سواد خوش صحبت. جون خدا اگه کسی معرفیش نکرده بود فکر می‌کردم یه کاره کیشه. رئیس عمرانی، رئیس شیلاتی. سلامت. سلامت. خوشموج. میگم خود فرکانس. هیئت مدیره شرکت تصمیم گرفت. اول شما که ریاست عمران کیش رو به عهده دارید، جزئیات طرح رو مطالعه بفرمایید. بله، اگه اجازه بدید بعدا مرحله بعدی پروژه رو پیگیری می‌کنیم. بسیار عالی. من امشب اینا رو مطالعه می‌کنم. فردا بچهای دفتر میگم باهاتون تماس بگیرن و قرار ملاقات بعدی رو خدمتتون اعلام کنم. محبت میکنید. پس ما منتظر تماس شما هستیم. من باش که دلم برای تو سوخت. همچی بدم نیست. بابا هیچ جا هتل خود آدم نمیشه. حالا کاری به پنج ستاره‌ایش ندارم. ولی نمیدونم من چرا اونجا رو بیشتر دوست دارم. میگم که چجوری اینجا تو رو بدون کارت شناسایی راه میدن؟ مثل اینکه آقا مظفر اینجا برو بیایی داره. بعد اونجور که خودش میگه با رئیس هتل برادرزن. حالا اینجا رو داشته باش. سلام شبتون بخیر. سلام شبتون بخیر. کلید اتاق 217 رو محبت میکنین؟ ببخشید شما؟ من هم اتاقی آقا مظفرم دیگه با رئیس هتل. یه جوری. دست شما درد نکنه. من میام. پولی بکشم بهتر از این همه عذاب کشیدنم. مردم میرم صاحبشو پیدا میکنم. هر چقدرم خرج کردم حسابشو دارم. و شما حلالم بکن. سلام. ببخش شما آقای نیستن؟ نخیر شیفتشون تموم شده. خدای شکرت. کاش که زودتر این کارو میکردم. کدوم کارو؟ هیچی، یه چیز بین خودمون بود. ولی دیگه تموم شد. از دست گیرای مردم خلاص شدیم. خانم اتاق 259 کارتشو محبت میکنی؟ بله. بفرمایید. صدف بریم که خواب دارم میبینم. خانم آقا کجا؟ بله. آقا کجا میان؟ آقا همسر من هستم. بله میدونم زن و شوهر هستین. ولی من باید یه موردی رو استعلام کنم. والا همه میدونن ما زن و شوهریم. وای به روزی که نمیدونستن. چه موردی رو میخواین استعلام کنیم؟ ببخشید اینجا نوشته اتاق شما مورد داره. بفرما همینو که هم داشتیم. خانم چه موردی؟ چرا بیخودی جفسازی میکنی؟ راست میگه. تنها مورد ما اینه که بنده شناسنامه کارت شناسایی ندارم. تازه اگر اون مورد حساب شود. بله درسته. دقیقاً موردتون همینه. خب خدا رو شکر حالا من فکرم چیه؟ حالا میتونیم بریم که؟ نه خیر. بدون شناسنامه نمیتونین تشریف ببرین بالا. خانم میشه کارت اتاق 207 رو بدین؟ من دیشبم تو همون اتاق بودم. 207؟ بله. 207 از قبل رزرو شده بود. مسافر شما دو اتاق تحویل گرفت. خب یه اتاق دیگه بدین. متاسفم اتاق خالی نداریم. شما هم که شناسنامه ندارین. ببینم شما ازدواج کردین؟ بله. چطور؟ الان برای چی پرسیدی؟ چون میخوام یه دعای خیلی هم برای ایشون هم برای اون آقا چاقه. ببینم اونم ازدواج کردن؟ همکارتون؟ بله ایشون همسرم هستن. در ضمن چاق نیستن. باشگاه میرن. نه نه منظورشون همسر شما نبود که. اون آقا توپولی که اونجا میشینه. بله. بعضی وقتا اونجا هم میشینن. ایشون همسر من هستن. عرض بنده رو نگرفتیم. بله بله دقیقا همون قد کوتاهی که میگه عرض من نگرفتیم. قدش مهم نیست. عرضش مهمه که اونم شما نگرفتیم. پس به هر حال ازدواج کردین دیگه. چون یه دعای خیری میخواستم بکنم برای ماحصلتون که اونم رفتین دیگه. ایشالله ماحصل بچه هاتون. موضوع شناسمه هاشون باشین. آقا من برم دیگه. نرو دیگه. چرا؟ اگه بری جات خالیه. شوخی کردم. شب بخیر. شب بخیر. شب شما هم بخیر. به آقا سلام برسونید.
رفتیم. صبر کن ببینم. آی گاز بگیرم. خوب گیرد انداختم دوست نامرد. حواست کنست من تو رو گیرد انداختم. حالا دیگه گیر افتادی. ولی چی ساکم رو دوزیری ها؟ ببین ساکم رو برده بیارا ولی زنی میزنه به پلیس ها. زحمت نکش من خودم پلیسم. ولی تو فکر کن یه آدم معمولی هستم. ساک کو تو دوزیدی اما میپرسی؟ بعدم ببین همه اول از چشوت فهمیدم دوزی پلیسی سیاباس من این چیزا نه یا؟ فرض کن که من دوزم. اون یکی ساک کجاست؟ اون یکی ساکو زدی بس نبود. یکی ساکم هم میخوای بزنی؟ میدونی چه بلای سرم آوردی وقتی ساکم رو زدی؟ اون یکی ساکو بردار بیار بده. این یکی ساکو بهت بدم. نه بابا ساکی خودم با ساکی خودم تاق میزنی. بیا چهار تومنم به سر بدن. ببین یه چیزی تو اون ساکی که مال منه. تو ساک منه؟ آره یه چیزی با ارزشی که تو ایستگاه راهن انداختم تو ساکی. برای چی؟ اصلا برای چی میدازی تو ساک مردم که بیای ساک باید بزنی؟ چون تو ماموریت بودم یه عده تبهکار دنبال من بودن. اون چیزی که تو ساکته خیلی مهمه. تو از امنیت ملی چیزی میدونی؟ امنیت ملی یه چیزش به من اهل یا نیستم. فراموش کن چیزی میدونی. ببین اگر میخوای امشب یه جای راحت پیدا کنی بخوابی اون ساکو بیار بده. شناسنامه منو بده. خب شناسنامه منو بده بابا. اگه حرفی رو که بهت گفتم گوش کنی بیاری بدی اینا رو بهت میگم. فقط آقا نمیتونم. چرا؟ خب بابا اون یکی ساکم هم دزدیدن. دروغ نگو دروغ نگو. نه به جان مادرم. همون شب اول جلوی هتل دزدیدم. بیا برو خونه من بپرس. بیا برو بیا برو. بدبخت دروغ داری میگی. باور کن دروغ نمیگم. باور کن آقا. آقا کجا؟ آقای مامور جناب سرهنگ اخه یه لحظه ببخشید شما این شناسنامه رو بده پولاشو بردار. اگه اینا رو میخوای میری ساکو میاری میدی اینا رو میگیری. ولی اگر چیزی به کسی بگی با امنیت ملی طرفی. ولی تو فکر کن با چیزی بدتر از اون طرفی. چش فهمیدی؟ آقا نه دقت کنی میفهمی. حرومه سلام چاوش خان سراغی اما نمیگیری شما سوار شو. سوار چی؟ بیا بالا. کدوم بالا؟ اهم ده برو بابا ده یا برفت. آقا مظفر شمایی بیا 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 خوب شد دیدمتون. چیه آقا چاوش چرا میلرزی؟ سرده دیگه سرده. نه من داشتم میلرزیدم بعد نه اینکه من رو ویبره بود شما زنگ زدی لرزش هم بیشتر شد. بخاری روشن کنم برات؟ نه آقا جون استثنا توی موقعیت نمک نریزین. بریم آقا جون مرسی انجا فعلا بریم. برو دیگه آقا. چیزی شده آقا چاوش؟ نه نه اصلا شب بخیر دیگه. نه خاموش نکن دیگه. مگه نمیخوای بخوابی؟ نه اتفاقا منم خوابم نمیاد. میخوای گپ بزنیم؟ باشی بیا چاوش. آقا چاوش شب و روزت بخیر. نه روشن کن دیگه. بیا اینم روشن. آخه چه نور خوبی. آخه آقا چاوش تو حالت خوبه؟ دیشبم هیچ اتفاقی نیفتاده. فقط حواست رو جمع کن گاف ندی صدفم چیزی نباید بفهمه. نفس عمیق بکش. صبح خیلی. صبح خیلی داشتی نرمش میکردی؟ پاش معلوم بود؟ آره. خب هوا اینقدر خوبا نفس عمیق میکشی یا ریه‌هات باها میشه.
راستی چاوش چقدر پول برامون مونده؟ خواهشاً این سوال رو دیگه تکرار نکن. چرا؟ وظیفه شما خانوما خرج کردن نه سوال کردن. یهو می‌خواید چند تا کارو با هم انجام بدین؟ خب پس بریم خرید. هر چی شما بگی. فقط مگه پول داری؟ مگه تو نداری؟ جواب دادن به هیچ سوالی سخت‌تر از سوالی نیست که جوابش روشنه. پس پول نداری. دیدی جوابش چقدر روشنه؟ عجب. خب عوضش رفاقت داریم، صداقت داریم. بفرما. یه تومنه دیگه. گفتی چی پول به حسابش واریز نشده نه؟ نه. مدتی قواسی نمیه. کجای آقا پیام؟ میام انشالله خود درگیر بودم. فقط ببین اگه یه وقت صاحب این حساب اومد نگی من پول ریختم به حسابش شده. حتما. ببینم شنیدی چند روز پیش یه جوان تو دریا غرق شده؟ آره. آره. کاش که همه غرق نجات ها مثل تو بودن. یه ذره احساس تعهد میکردن. باش. بابا الهی قربون دختر گلم برم کی میای؟ خوشحالم کرده منتظرتم. خداحافظ. بچه ها دخترم پره داره میاد. صدف خانم اونی که صحبت چی میکردیم داره میاد. چه خوبم و اشمت به سلامتی. چشتون روشن. الهی نمیرین شما چتونه؟ چرا فشل ناویزونه؟ چرا گمبرک زدین؟ شورشو در آوردن دیگه بابا چه وضعی؟ تو دیگه چته؟ بابا اینجا چرا اینجوریه؟ ما هر کی هر چی میگیم پیش حرف ما رو باور نمیکنن. کیو میگی؟ بابا رئیس کلانتری صبح تا حالا پیشش وایسادم دارم میگم آقا من داستانم اینجوریه اینجوریه همش فکر میکنه ما خلاچلیم. اصلا ما رو خورد کرده. لا اله الا الله. یه روز حالمون خوش بود ها. همه‌شون ضد حال میزنن. نگاهشون تو رو خدا. والله به خدا اون پیام با اون خلی چلیش از شما هم باحال‌تره هم با معرفت‌تره. علیش السلام. سلام. خوب گوش کنید ببینید چی میگم. فردا دخترم پرده داره میاد اینجا. اگه این ریخته باشید همین الان پاشیم بریم. شنیدید آقای پیام هرای چی؟ پس فردا صبح همتون خوشحال و خندان میایین اینجا. اونی که من میگم انجام میدید. اگر شنیدید بگید بله. 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 باید کمکم کنید. پری نباید چیزی بفهمه. مگه چیزی شدم؟ اگه نمیبینه. اینجا بزاین چه رستوران باشه. شده پاتاق یه عده زبان آواره و افسرده و بعضن خلوچل. من نمیخوام پره بفهمشه رستوران باباش سوت و کور بیرونق شده. شما کمکم کنید. فکر کنیش چراغ اینجا روشن کن. فکر کنیش باباش هنوز سر پاس. قصه نخور دیگه عمو جون ما کمکت میکنیم. راست میگه. مادر خدمت عمو جون کرد هستم. آقا فرید شما سر حرکت نمیکن. چرا اما ما نوکرت هم هستم فقط یه شرط داره. امروز تو که پا بیاد همه این کلانتره به این رس کلانتریه بگو ما خلو چه نستیم. اون وقت هر کاری ده چی من جونه دل نوکرت هم هستم اصلا انجام میدم. سلام. خب خدا رو شکر. پیام جان خیلی خوشحالم از اینکه بالاخره با واقعیت کنار اومدین. در ضمن این آقا حشمت هر کسی رو تایید بکنه مورد تایید ما هم هست. فکر کنم سوء تفاهم شده چون اصلا ایشون قصد تایید کردن منو نداشتن. هیچ وقت هم تایید نمی‌کنم. چنین خیانت به بشریت نمی‌کنه. پس ما الان راجع به کی داریم یه ساعت حرف می‌زنیم؟ منو میگن. تو؟ بله با عزتون. آقا حشمت یعنی یه ساعت راجع به هوش و درایت و ذکاوت این داری حرف می‌زنی؟ بله این جوان اون جوان نیست که شما می‌شناسید. ظاهرن یه سوی توام پیش اومده. بانی اون سوی توامم خود این جوان بود.
بار اول که ایشونه دیدم همون تصوری که شما دارین همونو منم داشتم، نه اینکه الان نداشته باشه، ولی اونقدرام که شما فکر میکنید مزون پریشان احوال نیست. خب دیگه دست شما در نکنم و اشمت جناب سرهنگ، ببخشید فکر کنم اندازه کافی مورد تایید قرار گرفت. فقط فرید جان اجازه بده منم بگم. جناب سرهنگ، آقا فرید ما آدم با کمالات تحصیل کرده یا طبقی قیافش اینجوریه، یعنی هر کی نگاه میکنه فکر میکنه پرخاشگر و عصبیه، هیچ نمیزنه فکر کنه. خب من کلا از خیر چمدونم گذاشتم دیگه، مزاحم جناب سرهنگم نشین. پاشین بریم که الان بشین. همین کم طاقتی و سادگیش کار دست خودش میده. ولی جناب سرهنگ، اون ادعایش در مورد صمدانش میکنه درسته. اگر لطف کنید دستور بده پیگیری کنم، من خیلی ممنون میشم. خیلی خوب. مشخصات صمدونتو بگو. ببخشید البته جسارت ها میافتین تو زحمت. یه ساک مشکی بزرگ بیضی مانندم هست. خب. دو تا زیب در جوارا هم باز میشه که اولیشو باز کنین توش لباسامه. اون یکی رو باز کنین توش پول و 8000 دلار پول. یه دسته کوتاه داره، یه دسته فلزی داره که میره و میاد. یه بندم هست که خودم اضافه کردم. درسته. دو تا هم چرخ داره؟ بله، دو تا چرخ هم داره. من دیدم. راستی جناب سرهنگ، حالا که چمدون ایشونو پیگیر میشین، من هم کولم هم در تهران گم شد، اون یکی کولمون هم اینجا گم شد. تمام مدارک خودم و خانمم توش بود. اگر محبت میکنی مال اینو پیگیری کنی، بگیم مال ما رو هم همکارانتون در همون منطقه و هم در این منطقه پیگیری کنم، ممنون میشه. خدا از آقایی کمتون نه. خداحافظ. به سلامتی، به خیر، خوش، همه چیز تمام شد. انشالله چمدان تو هم پیدا میشه. دست شما در نکنه، لطف کردید. خداحافظ. قبل از اینکه چمدون پیدا شه یه سر برو بانک، ممکنه رفیق پولمول چیزی به حساب ریخته باشه، ضرر نمیکنی. برو. ببین کجا فهمیدی ساک من چرخ داره پایینش؟ ها؟ تو راهن یادت نیه؟ کمک کردیم اونجا یادمه دیگه. بابا عجب هوشی داری، دمت گرم. منو ببخش، من گناهتو شستم. نه. فکر کردم که چمدونمو تو برداشتی. نه اونو که فقط با بچه‌ها میرم، من برم جایی کار دارم میام. باشه؟ باش. بهت جا دادم؟ اینه دستمزدم؟ خب آقا مظفر چرا شاکی میشی؟ پولا رو گذاشته بودم تو ساک، به غیر از شما کی میتونه برداشته باشه؟ برو پسر، برو این دام بر مرغ دگر نه. یعنی چی؟ تو آ نداری با ناله صدا بکنی، دلارت کجا بود؟ گیرم که اصلا بود. فکر نباید بکنی ممکن کارمند هتل برداشته باشه؟ نه، فکر نمی‌کنم. فکر می‌کنی من برداشتم؟ بعد برو شکایت. برای شکایت می‌کنم همین چجوری؟ آره، اصلا برو به خانم دریایی بگو. بگو چند هزار دلار پول داشتم، فلانی اونا رو برداشته. فقط امیدوارم جوابشو داشته باشی وقتی ازت می‌پرسه کجا بردی؟ رو داریم ما. آره. آره داریم جوابشو. دزدیدی؟ نه بابا. ندزدیدی؟ نه خیر. قصد دزدیدن. نه آقا جون. نداشتی؟ نه بابا بل... آقا مظفر ببین اصلا من معذرت میخوام، این قضیه رو چیز کن، یه جوری حلش کنی. ببین قضیه مردونه است، خواهشم فقط به صدف یعنی به خانم دریایی چیزی نگین دیگه. باشه؟ با اجازه. ببین ندوزیدی؟ نه قلقه دیگه.